با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در گفتارهای پیشین متوجه شدیم که فصل مشترک بین جنبش‌های مردمی و نهضت‌های اجتماعی به قیادت و زعامت و سرپرستی بزرگانی مانند المقنع، مانند ابو مسلم خراسانی، مانند حسن علی عماد فرزندان ابو شجاع دیلمی، که هر کدومشون یک نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با دجال رو با پیروزی رقم زدن، در این بود که این نهضت‌ها و جنبش‌ها شکل فرقه‌ای نداشته و محدود در روابط و ضوابط فروبسته درون یک فرقه نبوده، بلکه از خواست عمومی مردم جامعه که از ظلم دجال به نام دین خسته شده بودند تغذیه می‌کرده، انرژیش رو از مردم می‌گرفته و به مردم امید می‌داده. طرفداران ائمه اطهار در دوران بنی امیه تمام چشم دلشون، امیدشون، همه چیزشون متوجه امامشون بود و منتظر بودن که امامشون یک معجزه‌ای بکنه و یک دفعه زمین باز بشه و اون حکومت دجال فرو بلعیده بشه و از بین بره. و اگر این اتفاق صورت نمی گرفت، می گفتن پس حتما حکمت و مصلحت خدا اینه که این بمونه همینطوری الان باشه. ولی ابو مسلم خراسانی اصلا از این نقطه نظر به جریانات نگاه نمی کرد. ابو مسلم خراسانی خودش رو احتمال می داد که صاحب خروج هفتادم باشه و این نکته مهمیه که بعداً یک بار برای شما انشالله توضیح میدم. یعنی دیدگاه ابو مسلم برای قیام بر علیه دجال نه انرژیش رو از مقولات درون فرقه‌ای میگرفت و نه وابسته به هیچ فرقه‌ای بود، اما از این که یه فرقه مذهبی باشه یا فرقه ضد مذهبی باشه. چه فرقه مذهبی و چه فرقه ضد مذهبی پابند جنبش های اجتماعی هم. ابو مسلم از متن جامعه بلند شده بود، نیازهای جامعه برای دست پیدا کردن به آزادی در وجود ابو مسلم تبلور پیدا میکرد. ابو مسلم یه دونه هیزم شکن بود، یه آدم بسیار عادی بود. مانند ابو مسلم صدها، هزارها، دهها هزارها، صدها هزارها، میلیونی مردم در تحت سلطه دجال بودند. ابو ریحان بیرونی در التحقیق للمال الهند و آثار الباقی عن القرون الخالیه می نویسه وقتی قتیبه خوارزم رو تصرف کرد، تمام دانایان خوارزم رو جمع کرد، تمام کسانی که قدرت خواندن و نوشتن داشتن همشون رو جمع کرد و همه رو از دم تیغ گذروند، برای این که رابطه مردم رو با تاریخ خودشون قطع بکنه، برای این که دیگه مردم نتونن کتاباشون رو بخونن، نتونن از آثار فرهنگی پیشینیانشون اطلاع حاصل کنن. بعد گفت شما باید نماز بخونید. اونا گفتن نماز چیه؟ گفت نماز اینیه که من میگم.
همه رو به صف کرد، قطار کرد، صفوف مختلف به صورت نماز جماعت. یه نفر رو وایسون اونجا که به زبان خوارزمی صحبت میکرد بلند. یه امامی رو اون جلو گذاشت که اون شروع کنه به نماز خوندن. موقعی که میستاد این فرد به زبان خوارزمی میگفت همه بیستن، همه وای میستادن. موقعی رکوع که میشد میگفت نگونبان کنید، همه رکوع میکردن. موقعی سجده میگفت سرتون رو به خاک بذارید، همه سجده میکردن. نمیفهمیدن که این چه کاریه. قتیبه گفت باید این کار انجام بدید. ضمناً دانایان قوم هم از بین برده بود، کتاب هاشون هم سوزونده بود، کتاب خونه هاشون هم تخریب کرده بود. اینطوری اونجا رو گرفته. مردم خوارزم، مردم خراسان، مردم ماوراءالنهر میخواستن این حکومت بنی امیه ساقط بشه. ائمه علیه السلام اون موقع داشتن زندگی میکردن، خودشون زیر اون ظلم بودن، ولی طرفداران ائمه هیچ حرکتی نمیکردن. و مباحثی که در طول روز با هم دیگه داشتن اینه که این امام اگر مصلحت بدونه میتونه معجزه بکنه و همه چیزو از بین ببره یا به وجود بیاره. کون و مکان در اختیارشه، بگه کون میشه، بگه لا تکن نمیشه، همه این حرفا. اما ابو مسلم با این حرفا اصلا کاری نداشت. اون نگاه به پیش از خودش میکرد. پیش از خودش 69 نفر دیگه پرچم قیام رو بر علیه دجال بلند کرده بودن و از جون خودشون هم گذشته بودن. ابو مسلم صاحب خروج 70 وقتی بلند شد و علم قیام رو بلند کرد، مردم بهش پیوستن. از مرو حرکت کرد، اومد تا بغداد و تومار بنی مروان و بنی امیه رو در هم پیچید و به زوالدان تاریخ افکند و از بین برد. چرا؟ چون قیامش نه جنبه فرقه‌ای داشت، نه جنبه مذهبی داشت، نه جنبه ضد مذهبی داشت. جنبش ملی بود، خیزش ملی بود، نهضت ملی بود. حالا بیاییم و به قیام المقنع نگاه کنیم. المقنع خودش جزو جنگجویان سپاه ابو مسلم بود. وقتی دید که منصور و سفاح عباسی به نام دین چه خیانتی به ابو مسلم کردن، چه ناجوان مردی کردن بر علیه، از این داستان خارج شد، رفت به نوبه خودش علم قیام ملی رو بلند کرد و همچنان که گفتم شهرهای مهمی رو در ماوراءالنهر از تصرف عباسیان خارج کرد، سمرقند و پایتخت خودش کرد و 14 خیزش طول کشید. و بعد از او وضعیت فرزندان ابو شجاع دیلمی رو براتون بیان کردم، مرداویج رو گفتم. اینها قیام هاشون قیام ملی بود، نهضت ملی بود بر علیه یک حکومت خرافه گستر که به نام دین میخواست مردم رو زیر نعلین قدرت خودش بگیره. و نهایتاً همون کاری رو که ابو مسلم با بنی مروان و بنی امیه کرد، فرزندان ابو شجاع دیلمی که از جنگل‌های ناحیه شمال ایران حرکت کرده بودند با بنی عباس کردند. پنج سال بعد از آغاز غیبت تامه، غیبت کبرای امام 12، فرزندان ابو شجاع دیلمی حکومت بنی عباس ساقط کرد. چون اینا از متن مردم بلند شده بودند، اینا از حوزه های علمیه بیرون نیامده بودند، اینا به نیازهای مردم توجه میکردند، خودشونو درگیر مسائل اسکولاستیکی نکرده بودند. و به جای این کارا میدان مغناطیسی خودشون رو پرورش داده بودند، زحمت کشیده بودند،
ممارست کرده بودن، ورزش کرده بودن و اون موازین فرقه‌ای مغز خودشون رو آکنده نکرده بودند، پا در بستر عمل گذاشته بودند، ورزش کرده بودند. در بستر عمل به جوان مردی رسیده بودند. به همین دلیل وقتی هر کدومشون بالاشون علم بلند کردند، مردم رفتن زیر اون علم جمع شدند. چرا مردم نرفتن زیر پرچم فقها جمع شدند؟ در دوران ائمه زندگی میکردن این فقها. چرا ناتوان بودن از این که مردم رو زیر پرچم امام جمع کنن؟ مگه نمیگفتن امام حقانیت داره؟ مگه نمیگفتن بنی امیه جائر دجاله؟ مگه نمیگفتن بنی عباس جائر دجاله؟ مگه نمیگفتن حکومت و حاکمیت و برپایی عدالت و ولایت حق امامه؟ پس چرا قادر نبودن که مردم رو زیر پرچم امام جمع بکنن؟ برای اینکه مردم اعتنایی نمی کردن بهشون، برای اینکه حرفاشون محدود در مقولات اسکولاستیکی بود، به درد مردم کار نداشتند. چرا آقای کلینی در زمان خودش نتونست 5 نفر زیر پرچم امام جمع کنه؟ اون کسی که حرفش بازتابه خواسته های مردم دورش جمع میشن. اینجا مسابقه اینی که کی بیشتر از کی میدونه، کی چند تا حدیث حفظه، کی چند تا روایت حفظه، کی علم و رجالش بیشتره و غیره و غیره نیستش. اینا دردی از مردم دوا نمیکنه. در طول تاریخ نهضت های پیروز اجتماعی، زعما و بزرگان این نهضت ها کسانی بودند که در بستر ورزش میدان مغناطیسی ممارست های بسیار زیادی کرده بودند و به درجاتی رسیده بودند. نمونه اعلا و اتمش رو در مورد ابو شجاع دیلمی هیزم شکن براتون بیان کردم. تجربیاتی که ایشون در مراقبه در زیر درخت کسب کرده بود و فرزندانش به اون درجه رسیده بودند. پس عزیزان، ما بحث رو نذاریم سر یه مقولاتی باشه که به طور کلی نگرشی نسبت به خواسته های اجتماعی نداشته باشه. در نامه حسن صباح برای ملک شاه سلجوقی دیدیم که گفت من خلفای عباسی رو براشون کوچکترین مشروعیتی قائل نیستم، چون اینا از انسانیت بهره ای نبردند با اون کاری که با ابو مسلم کردند. کسی که پرچم عدالت رو در سراسر جهان بلند کرد، نامه یکی این برای اون شخص نوشته. از این نهضت ها باید الهام گرفت. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ بسپارم. علی نگهدار.